به سن و سال و سابقه ای کار این جوونا دقت کنین. من 31 سالمه. چند وقت شما اینجا مشغولید؟ تقریبا 2 ماه. اینجا تقریبا 1.5 سال مشغول به کار هستم. من حدودا 2 ساله. اولش یه خورده سخت بود ولی وقتی که یاد گرفتم خیلی علاقه من شد. حالا ماجرای صنعتگری که با استفاده از همین جوونها یک واحد غیر فعال رو به ریل تولید برگردونده. با 5 کارگر و ظرفیت حدود 5 تن کارو شروع کردیم. در حال حاضر حدود 85 تا نیروی انسانی داریم. 3 شیب با ظرفیتی بالغ بر 100 تن در ماه. کل کشور حدود 50% بازار داخلی دست ما هستش. حدود 10% بازار صادرات هم تونستیم تو این صنعت رو دست خودمون بگیریم. قدم اول تنوع و گستردگی محصولات برای برندسازی و تامین بازار داخلی. از سیم نیم گرفته تو مسامون تا سایز 400-500 و سایزهای آلومینیوم از 6 گرفته تا 300-400-500. کابلای سکتوری هم میزنیم، کابلای بالای سایز 70. قدم دوم بومیسازی تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز خط تولید. خودم داریم الان جا مهندسی معکوس داریم انجام میدیم. از دوره که تحریم شدیم نزدیک به 10 تا دستگاه تونستیم کار اینجا انجام بدیم. ما قبل از اینکه کارگاه را بندازیم مجبور بودیم تمام فلنچ های غرغره ها را بیرون تهیه کنیم. ما از فلنچ سایز 50 تا 140-150 رو اینجا تولید بکنیم. میانگی در ماه 500 تا غرغره میشه. قدم سوم توجه به کیفیت برای ورود به بازار کشورهای دیگر. تو صنعت سیم و کاب اولین تست و مهمترین تست سه مواد الکتریکی هستش که تمام دارای استانداردهای بین المللی و استانداردهای ملی هستش که همین هم باعث مشتری مداری ما تو سطح کشور و خارج از کشور شده. و قدم چهارم برنامه ریزی برای نوسازی و طرح توسعه. سالن جدید رو احداث کنیم، ماشین‌آلات جدید رو خریداری کنیم که اعظمش هم داخلی هستش. تولید گرانول و مواد اولیه پی وی سی رو داریم. از تعطیلی در دوره تحریم تا تولید صادراتی در این شرایط اقتصادی تجربه موفق این واحد صنعتیه که البته مسیر تلاش ها تا افزایش تولید و اشتغال ادامه داره. با اجرای طرح توسعه تا 1 سال آینده میزان تولید این واحد صنعتی تا 50% افزایش می‌یابد. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، دامغان.